ما با آقای رضایی که در خارج از کشور به سر در کشور کانادا هستن ارتباط برقرار کردیم از طریق اسکایپ و میخواییم صحبت های اینها رو در خصوص خود مخترعین و انجمنی که ایشان دارن و بحث دیگه حمایت هایی که قرار است از مخترعین بشه انشاءالله صحبت ها رو پیش خواهیم برد. عرض سلام دارم خدمت شما آقای رضایی، وقت شما بخیر. من سلام و وقت بخیر دارم برای شما، برای تمامی دوستان و بینندگان محترم برنامه روی خط زندگی. خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها از طریق تلویزیون از شما در خدمت تمامی بینندگان عزیز داخل افغانستان و خارج از افغانستان هستم و خوشحالی دیگه می هست که از این طریق میتونم برنامه‌ای که در آینده نزدیک در کانادا برگزار میشه از این طریق پروموت کنم و به سوالاتی که خیلی از جوانای عزیز از ما داخل افغانستان و خارج از افغانستان داشتن را پاسخگو بشم. در خدمت شما زنده و سلامت باشین. البته باز ما صبح بخیر عرض میکنیم و خیلی خوشحال هستیم دیگه اول صبح وقت شما رو گرفتیم. مسلما شاید این وقت وقت استراحت شما بوده، اما ما خوشحال هستیم که باز هم وقت در اختیار ما قرار دادین جناب آقای رضایی. مهربانی، سلامت باشین. چون که میدونیم شما رئیس انجمن مخترعین افغانستان هستین، اگر شما مایل باشین در ابتدا در خصوص اهداف و یا هدف اصلی از تشکیل انجمن صحبت های مقدماتی رو با ما داشته باشین. خب انجمن مخترعین افغانستان سال 2015 در قالب چوکات وزارت عدلی افغانستان تأسیس شد. در اپریل سال 2015 ما تانستیم برای اولین بار عضویت رسمی فدراسیون جهانی مخترعین یا International Federation of Inventors Association که دفتر مرکزیشن در سوئیس است را کسب کنیم. یکی از مهمترین دلایلی که این انجمن به وجود آمد این بود که ما بتونیم زیر یک چوکات تمامی فعالیت مخترعین و نوآوران داخل افغانستان را ساماندهی کنیم. خب در این زمینه ما یک سری برنامه های رو داخل افغانستان برگزار کردیم، سمینار های در مورد که چطور میتونین مخترع شوین و دیگر برنامه حمایتی که داخل افغانستان و خارج از افغانستان تفاهم‌نامه‌ای با مرکز علمی برگزار شد، انعقاد شد تا ما بتونیم از این طریق مخترعین نوآوران خود حمایت کنیم. در زمینه کارآفرینی مخصوصا این تفاهم نما امضا شده بود و مهمترین دلیلی که ما انجمن را داخل افغانستان ثبت کردیم اشتراک مخترعین افغانستان در عرصه‌های جهانی بود تا ما بتونیم از این طریق هم توانایی های مخترعین افغانستان را برخلاف ذهنیتی که در دنیای مدرنیته نسبت به افغانستان هست توانایی ها را نشان بدیم و یک عرصه یا فضای خوبی را حتی برای بحث مارکتینگ و تجارت‌سازی طرح و اختراعات جوانان کشور با وجود بیاره. بسیار خوب. در یکی از جاها خوانده بودم، مثلا در یک گزارش بود که شما اشاره کرده بودین در واقع یکی از اهدافتان این است که تیم افغانستان در مسابقات جهانی راه پیدا بکنه، یعنی حضور داشته باشه. با توجه به اهدافی که برای انجمنتان تعریف کردین، چه مقدار خودتان موفق احساس میکنین در بحث رسیدن به او اهدافتان؟ یعنی کارکردهایی که انجام دادین تا فعلحال در چه زمینه‌ای بوده و چقدر موثر بوده؟ خب من میتونم در آغاز بگم متاسفانه از سال 2014 که من شخصا خودم در مسابقات اختراعات کرواشیا و بعدها در کره جنوبی و جرمنی که اشتراک کرده بودم تنها نماینده افغانستان در مسابقات جهانی ما بودم و این مشکل همیشه وجود داشت و این ذهنیت همیشه وجود داشت چرا در افغانستان فقط یک طرح در مسابقات اشتراک میکنه و خوشبختانه تا حدودی تانستم و انتظاراتی که مردم افغانستان داشتن از طریق کسب مدال برآورده کنم، ولی خب به همیشه یک خلا یا یک مشکل وجود داشت چرا ما طرح‌های دیگر و جوانای دیگر را نمیتونیم در مسابقات همکاری کنیم که اشتراک کنن. خب متاسفانه در این زمینه یک مقدار حمایت های دولت کم بود که ما نمیتونستیم جوانان اشتراک در زمین اشتراک جوانان یا نوآوران افغانستان در این مسابقات همکاری داشته باشیم، ولی خوشبختانه طبق تفاهم نامه که بین انجمن مخترعین افغانستان و مسئولین برگزاری مسابقات جهانی اختراعات در تورنتو کانادا امضا شد این چانس با وجود آمد تا ما بتونیم
یک تیمی را حال حتی به صورت غیر حضوری یا حتی حضوری در این مسابقات اشتراک بدیم تا شاید برای اولین بار بتونیم سطح توانایی جوانای کشور را در عرصه‌های جهانی یک محک بزنیم انشاءالله. جناب آقای رضایی، خودم امروز که در گوگل هرچی سرچ میزنم در خصوص مخترعین، بیشتر عنوان مسابقه مخترعینی که قرار هست در یعنی در کانادا برگزار شود یک سوژه است که امروز همه فکر کنم اینو شنیدن. اگر مایل باشین در خصوص بیشتر صحبت بکنیم. بله، خب مسابقه جهانی اختراعات کانادا امسال سومین سالش است که برگزار میشه. یکی از معتبرترین مسابقاتی است که در تقویم فدراسیون جهانی مخترعین و با حمایت مستقیم فدراسیون جهانی مخترعین در سپتامبر 2018 برگزار خواهد شد، حدود 5 تا 6 ماه آینده. خب این مسابقات در 21 کلاس برگزار میشه تا حدود تاریخ 15 جون، حدود 2 ماه آینده دیدلاین یا آخرین فرصت هست تا مخترعین افغانستان بتونن اپلیکیشن فرم یا فرم درخواست را خانه پوری کنن و طرحشان را روان کنن. تاریخ 1 جولای، حدود 2 هفته بعد از اینکه دیدلاین خلاص میشه، تمامی طرحهایی که برای مسابقات روان میشه تا او طرحهایی که لیاقت دارن در این مسابقات اشتراک کنن اعلام میشه. بعد از تاریخ 1 جولای که نتایج اعلام شد، دیگه باز کسایی که علاقه‌مند هستن به صورت حضوری در مسابقات اشتراک کنن، بله، مقدمات کار انجام میدن و در تاریخ اول سپتامبر سال 2018 مسابقات به صورت علنی و به صورت رسمی آغاز میشه. بسیار و یک چند نکته از این مسابقات. بله؟ اگر اجازه شما باشه فعلا یک وقفه اعلان میکنیم، ان شاء الله در خصوص نحوه چگونگی یا برگزاری مسابقه میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. بخیر، سلامت باشین. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در خصوص حمایت از مخترعین صحبت میکردیم با جناب آقای رضایی. دوست دارم که ما رو همراهی بکنید بعد یک وقفه. خوش آمدین بیننده عزیز به ادامه برنامه روی خط زندگی. در خصوص حمایت از مخترعین صحبت میکردیم و ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای رضایی که در کشور کانادا قرار دارن، رئیس انجمن مخترعین افغانستان. جناب آقای رضایی، قبل از میان برنامه در بین صحبتان اشاره کردین که در خصوص مسابقه مخترعینی که در کانادا هست یک سری شرایط لازمه، یعنی اگر اونها در واقع نوآوری های خودشان رو برای شما ارسال بکنن باید طبق شرایطی باشه که شما در نظر گرفتین. میشه در مورد این شرایط بیشتر صحبت بکنین که چه شرایطی رو شما برای نوآوری ها در نظر گرفتین؟ بله خانم حسینی، من یک نکته را سالهای سال وقتی در افغانستان خب فعالیت داشتم زیاد ابراز نمیکردم، ولی فرصت خوبی است تا روی از این موضوع یک مقدار گپ زده شود. متاسفانه بیشتر روش فعالیت میکنن در سطح نوآوری هست، یعنی یک تفاوتی بین نوآوری و اختراع وجود داره. اختراع 3 فاکتور مهم و اساسی داره. یکی باید طرحتان یا نوآوریتان نو و جدید باشه، در کنارش گام ابتکاری داشته باشه و در نهایت ای که طرح از شما قابلیت صنعتی شدن را داشته باشه. این 3 فاکتور اگه داشته باشه، طرح یا نوآوری شما میتونه به صورت اختراع باشه و شما توانایی و قابلیت از این دارن که برای مدرک ثبت اختراعش اقدام کنین. این نکته رو جوان از ما داخل افغانستان توجه داشته باشن، طرحهایشان را به سمت اختراع پیش ببرن، یعنی نوآوریشان اگر کم ذره خلاقیت داشته باشن میتونن به صورت اختراع طرح خود ارائه بدن. این موضوع را جوان ما در نظر داشته باشه. خب شرایطی که این مسابقات داره تا بتونین دوستان از ما چانس مدال و اوارد گرفتن خود افزایش بدن، بله، این است که در این مسابقات یک سری استانداردها داره که بر اساس این استانداردها طرحی از دوستان ارزیابی میشه. حدود 5 قسمت هست که هر کدام از این موارد میشه گفتش که واگذار شده به یک سری بخش های. به طور مثال هر طرحی که روان میشه سطح تکنولوژی این طرح را
فدراسیون جهانی مخترین یا انجمن جهانی مالکیت فکری ارزیابی میکنه. بخش ارزش اجتماعی و اقتصادی طرح نمایندگانی که در مسابقات همکاری دارن ارزیابی میکنن. بله. مفیدیت و عملیاتی بودن طرح، تأثیر و بازاریابی طرح و پتانسیل طرحی که روان میشه برای آینده، این موارد بررسی میشن. دوستان اگر روی این 5 مورد دانه دانه کار کنن، یعنی بتونن این 5 فاکتور را پوره کنن، بله، چانس مدال گرفتنشون خیلی بالا میره در مسابقات. بسیار خوب. آقای رضایی اشاره کردین که 5 یا 6 ماه فرصت باقی مانده بخاطر اینکه این مسابقه به صورت علنی، یعنی در واقع برگزار بشه. تا به حال آیا نوآوری‌هایی برای شما فرستاده شده یا خیر؟ بله، دوستان طرح‌هایی رو روان کردن. ما حتی یک طرحی که برای من خیلی جالب بود از ولایت جوزجان روان شده بود، برای من خیلی جالب بود و واقعا خوشحال شدم. یعنی یک از رسانه افغانستان هم یک تشکری خاص میکنم که این موضوع را پوشش خبری خوب دادن که حتی ما در ولایت های دیگه افغانستان هم تانیستم و هدف پروموت کردن خبر را که داشتیم برآورده شد. واقعا تشکر میکنم رسانه افغانستان که زمین همکار ما بودن. طرح‌های بیشتر در سطح نوآوری هست، ولی خب ما تلاش داریم یک مقدار روی از طرح‌ها کار کنیم تا به صورت اختراع بتونیم با مسابقات پیشکش کنیم و ارائه بدیم. و نکته ای هست که ما 2 ماه بیشتر وقت نداریم، یعنی 5-6 ماه آینده مراسم یا مسابقات به صورت رسمی آغاز میشه. بله. 2 ماه تا ددلاین آخر فرصت است. بله. در خصوص سن و سال مخترعین یا همین نوآوران نظر شما چیست؟ آیا در بین اینهایی که با شما عضو هستن و اختراعات خودشون بر شما ارسال میکنن، ما مخترعین خردسال هم داریم یا نه؟ متاسفانه متعلمینی داریم که بالاتر بین شاید صنف 10 تا 12 باشن. در این زمینه هم دوستان داریم که کار میکنن. بله. و هیچ محدود سنی هم وجود نداره. ما هر کسی که علاقمند باشه و آیدیا داشته باشه و اختراع داشته باشه میتونه در این مسابقات اشتراک کنن. بسیار خب. این مخترعینی که برای شما طرحهای خودشان رو فرستادن، آیا از جمله مهاجرین هستن که در کشورهای دیگر به سر میبرن یا از خود افغانستان هم هستن؟ خب از داخل افغانستان هم دوستانی هستن که علاقمند به اشتراک هستن، ولی میشه گفتش که دوستانی که خارج از افغانستان هستن با توجه به امکاناتی که داشتن. بله. و مخصوصا این که توانایی اخذ مدرک ثبت اختراع داشتن، به صورت آکادمیک تر و علمی تر در این زمینه کار کردن، ولی متاسفانه داخل افغانستان با توجه به مشکلات و کم توجهی هایی که وجود داره در این زمینه مقدار تشویش داره، مخصوصا در زمینه حمایت مالکیت فکری که یک دغدغه خودم. بله. شخصا در این مسابقات هست، چون هر کسی که در این مسابقات اشتراک میکنه یک دغدغه داره که آیا طرح از ما از لحاظ مالکیت فکری حمایت میشه یا نه. بله. که متاسفانه خب چون بحث مسابقات هست و چیزی که من خیلی تشکر که سوال پرسان کنه و چیزی که من پیشنهاد میکنم برای دوستان این هست که اگر تشویش در زمینه مالکیت فکری طرحشان داره، قبل از که به این مسابقات اشتراک کنن و طرح خود روان کنن، در زمین فایلینگ یا اقدام به ثبت اختراع خودشون شروع داشته باشن که در آینده در زمینه هیچ مشکلی برنخوره و ای که انجمن مخترعین افغانستان. بله. هم در این زمینه هیچ مسئولیتی نمیتونه قبول کنه که اگر بحث مالکیت فکری دچار مشکلاتی شود، خب شخصا و طبیعتا ما نمیتونیم مسئولیت قبول کنیم. بله. جناب آقای رضایی، در واقع می بحث حمایت از مالکیت فکری یک دغدغه است که شما اشاره کردین. آیا به خاطر اختلالاتی که جوانان ما دارن مرکزی به خاطر ثبت اختلالات ما وجود داره یا نه در داخل خود افغانستان؟ بله، حدود 2 سال پیش ما یک جلسه را با ریاست مالکیت فکری وزارت تجارت افغانستان داشتیم. روی زمینه بسیار گفتگو شد که ما بتونیم یک اقدام عملی را برای مخترعین افغانستان در زمینه مالکیت فکری شروع کنیم. حتی شخصا من خودم برای وزارت تجارت پیشنهاد دادم که من روی موضوع مالکیت فکری، حمایت مالکیت فکری
کار را شروع میکنم بدون هیچ چشم داشت. حتی من از امتیازها و معاش خود چشم‌پوشی کردم تا ما بتونیم در این زمینه پیشرفت داشته باشیم، ولی متاسفانه حتی وزارت تجارت در این زمینه با ما همکاری نکردن. و همالی هم اگر مراجعه کنند وزارت تجارت بخش مالکیت فکری، ما هیچ پیشرفتی را دو سال پیش نداریم. یعنی تمام طرحهایی که در ریاست ارائه شده شاید در حد فایلینگ باشه و هیچ اعتبار جهانی هم ندارن. شما حتی اگر مدرک ثبت اختراعات را از افغانستان بگیرید شاید فقط در جغرافیای کابل قابل اعتبار باشه، یعنی از کابل هم که شما براین این مدرک ثبت اختراعات اعتبار نداره. جای تاسف است آقای رضایی. تشکر میکنم از شما که تا این لحظه با ما صحبت کردین. فرصت باقی است آقای رضایی، در خصوص این موضوع میخوایم بیشتر با شما صحبت بکنیم. در خدمت شماست. و تشکری خاص میکنم از همراهی شما خوبان تا این لحظه، در خصوص حمایت از مختلین صحبت میکردیم و خوشحال هستیم که همراهی شما رو تا این لحظه با خود ما داریم. بفرمایید یک میان برنامه ببینین و برگردیم. جناب آقای رضایی، در خصوص این میخواییم صحبت بکنیم که اشتراک کنندگان در این مسابقه به چه طریقی طرح‌های خودشان را برای شما ارسال میکنن؟ دوستان اگر بتونن از طریق ایمیل afghanistan.aia@gmail.com اگر بتونن از این طریق با ما ارتباط داشته باشن، یا حتی اگر سایت مسابقات را چک کنن tcs.org به اینکه مسابقات جهانی کانادا را اگه سیج داشته باشن میتونن ایمیل مسابقات را پیدا کنن و اپلیکیشن فرم و اطلاعات جانبی را درخواست کنن، این اطلاعاتشون روان میشه. خب در قسمت اپلیکیشن فرم یک سری اطلاعات شخصی و یک مقدار اطلاعات در مورد اختراع و طرحشان باید ارائه داشته باشن و در نهایت اگر تصویر یا دیزاینی از اختراعاتشان وجود داره را زمینه طرح زمینه اپلیکیشن فرم کنن و برای ایمیل از ما روان کنن، ایمیل انجمن مختلین افغانستان. و یک من شخصا خب یک چک اولیه من خودم میکنم، اگه کدوم مشکل نداشته باشه باز ما برای مسابقات روان میکنیم تا آماده داوری اولیه باشه. از این طرف علاقه‌مندان و جوانان افغانستان میتونن برای مسابقات ثبت نام داشته باشن. بسیار خوب. و نحوه اشتراک خود طراحان چگونه است؟ یعنی بعد از اینکه شما طرح بررسی میکنین و مورد قبول شما قرار میگیره، آیا در مسابقه خود طراحان حضور پیدا میکنه یا به صورت غیر حضوری هست؟ خب شخصا من خودم علاقه‌مند هستم که مختلین افغانستان به صورت حضوری بتونن در این مسابقات اشتراک داشته باشن. خب فضای فوق العاده ای است، شما میتونید با اختراعات و تکنولوژی مدرن دنیا آشنایی پیدا کنید و حتی میتونید این طرح‌ها را داخل افغانستان بیارین، با مرکز علمی دانشگاه حتی میتونید ارتباطات مستقیم داشته باشین. با مخترعین نامدار و آکادمیک دنیا میتونید گفتگو داشته باشین. شخصا میتونیم برای جذب اسپانسر هم اقدام کنیم. خب یک سری در کنار این مسابقات و اوارد سرمونی یک سری سمینارها و مباحث علمی آموزشی هم در نظر گرفته شده. خب دوستان میتونن حتی در این زمین اشتراک داشته باشن. اشتراک حضوری برای از ما و برای مخترین میتونه بسیار بسیار مفید باشه. ولی خب یک سری محدودیت ها و یک سری مشکلات هست. اگر دولت در این زمینه با ما همکاری داشته باشه ما میتونیم برای اولین بار تیم مختلف افغانستان به صورت حضوری در مسابقات اشتراک بدیم، فقط در صورتی که دولت یا حتی سکتور خصوصی میتونه در این زمینه حمایت کنه. در غیر این صورت طرح‌های مختلف افغانستانی به صورت غیر حضوری در این مسابقات اشتراک خواهد داده شد. بسیار خوب. جناب آقای رضایی، خب شما نماینده افغانستان هستین در سطح جهان و از سال 1393 که این انجمن تأسیس شد در واقع، یعنی به ثبت رسیده، خب با مختلین زیادی در واقع مواجه بودن. ارزیابی شما یا از دید شما مختلین افغانستان در چه سطحی هستن در مقایسه با سایر کشورها؟
خب بحث اختراع بحث کاملا اکتسابی است. متاسفانه ما در افغانستان در این سالهای سال در این زمین فعالیت نداشتیم. یعنی اگر ما از اوائل 15-16 سال پیش در این زمین ما کار میکردیم، بسیار راحت میتونستیم مخترعین در سطح جهانی به دنیا ارائه بدیم و پرورش بدیم، که متاسفانه در این زمینه کار نشد. ولی باز هم در این کنار ما مخترین نامدار را در عالم مهاجرت داریم که روی موضوعات کار کرده، که یکی از نامدارترین مخترینی که شخصا خودم خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم خانم دکتر شکرتخت جعفری هستن که پی‌اچ‌دی خود در دانشگاه ساری لندن خواندن و در حال حاضر روی یکی از بهترین طرح‌هایی که ارائه شده کار میکنن روی درمان سرطان، راهی برای یافتن درمان سرطان. خب تمام اینها یک مثال داره، میگه مش نمونه خروار است. خب وقتی که ما این طور استعدادها را در زمین اختراعات داریم، در کنار از خیلی کسای دیگه هم هستن که متاسفانه استعدادها و توانایی ها و نبوغشان کشف نشده. خیلی دوستان هستن استعدادهایشان بروز داده میشه، توانایی هایشان نشان داده میشه، در مرحله بعدی دولت از نایی حمایت نمیکنه و متاسفانه و انگیزشان عدیس میره و کلن از عالم اختراع و دنیای تکنولوژی دور میشن و یک ضربه مهلک برای دولت افغانستان میتونه باشه. بسیار خوب جناب رضایی، حرفای شما در واقع هم انگیزه دهنده است، اما متاسفانه در بعضی از صحبتان خیلی اشاره میکردین که او حمایت یا او امکانات متاسفانه در کشور ما وجود نداره. میخوایم گلاگذاری شما رو بشنویم، این که هی بار اشاره میکنین که حمایت ها صورت نمیگیره، تقاضای شما چی هست در این راستا؟ یعنی یک مخترع یا برای مخترع شدن چه حمایت های نیاز هست؟ دوستانی که صدا تصویر از من میبینن، بینندگان محترم، جوانایی که در این اختراعات کار میکنن، مخترعین شاید گفته شده یکی از محرومترین و مظلومترین قشر علمی افغانستان است، که واقعیت در برای مخترعین افغانستان آنطور که شایسته است هیچ فعالیت صورت نگرفته. بله. اولیه ترین نیازی که یک مخترع داره که واقعیت باید برش مهیا شده، بحث مالکیت فکری اختراعش است. یک مخترع وقتی که سالهای سال رو یک طرح کار میکنه، اگر طرح خود به صورت رسمی اعلام کنه، خب بحث کپی رایت یا بحث ای که طرحش به صورت کپی حتی داخل افغانستان خارج از افغانستان رایشه، تشویش ذهنی اولی یک مخترع است که در این زمینه هم حتی ما کار نکردیم. چیزی که من میتونم پیشنهاد کنم این است که ما دوستانی داریم داخل افغانستان در حال حاضر رو بحث مالکیت فکری واقعیت من میتونم بگم که صاحب نظر هستن. بهتر است که از این دوستان در مقصد وزارت تجارت ریاست مالکیت فکری استفاده شود تا حتی اون نیاز اولیه که یک مخترع داره برآورده شود. خب وقتی که نیاز اولیه برآورده شود، بحث مالکیت فکری تشویش ذهنی یک مخترع نباشه، ما بعد از اون میتونیم در مسابقات جهانی اشتراک کنیم، ما بعد از اون میتونیم اواردها و مدالهایی را برای افغانستان کسب کنیم در سطح جهانی، حتی در بحث مالکیت، در بحث تجاری سازی اختراع داخل افغانستان هم میتونیم فعالیت داشته باشیم و بعد از اون بحث اشغالزایی و شکوفایی چرخه اقتصادی کشور هم میتونه باشه، که در کل شما از هر طرف که سنجش داشته باشین به سود دولت هست، ولی متاسفانه خود دولت در این زمینه حمایت نمیتونه داشته باشه. انشاءالله که این مشکلات همه رفع بشه. جناب آقای رضایی، امروز یک مرکز خلاقیت و نوآوری در بعضی دانشگاه خصوصی و همچنین در دانشگاه پلی‌تکنیک ایجاد شده. از دید شما این مراکز چقدر میتونه موثر باشه؟ خب من بارها در جلساتی که داخل افغانستان داشتم، من خودم شخصا در یکی از دانشگاه خصوصی افغانستان اولین مرکز خلاقیت نوآوری را افتتاح کردم. خب هیچ مشکلی نداره، موازی
کار کردن در زمینه اختراعات هیچ مشکل نداره. فقط چیزی که برای مختلین افغانستان مهم هست رسیدن به هدف و توجه کردن به نیازهای مختلف است. هر سکتوری خصوصی یا دولتی اگر بتونه نیازها رو برآورده کنه، واقعیت میشه گفتش که مختلین افغانستان با اشتیاق کامل حمایت میکنن از این کار و خودم شخصا بسیار بسیار خوشحال میشم وقتی که یک خبری را در زمینه حمایت از مختلین افغانستان حتی در سکتور خصوصی میشنوم. بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای رضایی. فرصت خیلی کوتاه هست، صحبت آخری از شما میشنویم. تشکر میکنم از شما، نهایت همکاری را با ما داشتین که از این طریق تمامی سوالاتی که به نظرم در ذهن مختلین افغانستان در زمینه مسابقات کانادا بوده پاسخ داده شد. آرزوی موفقیت دارم برای تمامی بینندگان عزیز و امیدها هستم. حالا تاریخ اپریل است، حدود 5 یا 6 ماه آینده اولین تیم مختلین افغانستان در این مسابقات اشتراک کنه و حتی مدال های رنگی را برای مردم افغانستان کسب کنیم تا بیرق افغانستان را در بالاترین مسابقات علمی و جهانی بالا کنیم. انشاءالله. شک ندارم که ادعای همه هموطنان ما پشت شما جوانها هست. برای شما روزی موفقیت دارم و همچنین برای تیمتان. تشکر از مهربانی. تشکر میکنم آقای رضایی. موفق و معید باشین. خدا نگهدار. وقت شما خوش. خدا نگهدار.